درود، با 180 ثانیه جمعه 8 شهریور ماه همراه ما باشید. احسان هادی پور رئیس اداره حفاظت از محیط زیست بندر انزلی گفت افراد سودجو برای تغییر کاربری زمین‌های تالابی اقدام به سوزاندن نیزارهای تالاب انزلی کردند و در اثر این آتش سوزی حدود 10 هکتار از نیزارهای این تالاب در آتش سوخت. به گفته او اغلب آتش سوزی ها در نقاطی است که راه دسترسی و مهار آتش برای نیروهای امدادی دشوار یا گاهی غیر ممکن است. سرمقاله شبکه تلویزیونی بلومبرگ که امروز جمعه 8 شهریور ماه در این تارنما منتشر شده است به ایران توصیه می‌کند شانس احتمالی دیدار با دونالد ترامپ را از دست ندهد. در این سرمقاله همچنین آمده است که با گذر زمان اهرم‌های فشاری که ایران در اختیار دارد ضعیف‌تر شده و توان مذاکره آنها هم کمتر می‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی اعلام کرد در حال حاضر بیش از 40 فعال کرد بازداشت شده برای اعتراف تحت بازجویی و فشار قرار دارند. همزمان با دور دیگری از تحریم‌های ایالات متحده علیه حامیان مالی نیروی قدس سپاه پاسداران و حماس، وزیر خارجه آمریکا میگوید به فشار بر جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته به آن برای جلوگیری از گسترش اقدامات تروریستی ادامه می‌دهد. همچنین وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که به تلاش‌هایش برای متوقف کردن همه منابع مالی حزب الله لبنان ادامه می‌دهد، اما همزمان به همکاری خود با دیگر نهادهای لبنانی ادامه خواهد داد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین می‌گوید کشورش در حال تبادل زندانیان با روسیه است. در همان حال مقامات اطلاعاتی در کیف می‌گویند بعید است که زندانی امروز تحویل داده شود. 3 تن از وزرای سابق از اعضای حزب عدالت و توسعه ترکیه امروز جمعه استعفای خود را از این حزب اعلام کردند. استعفای این 3 عضو سابق عدالت و توسعه بحران داخلی حزب حاکم ترکیه که طی ماه‌های گذشته شاهد ریزش بی‌سابقه‌ای بود را عمیق‌تر کرده است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به نمایندگان پارلمان هشدار داد که هرقدر بیشتر سعی کنند جلوی خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا را بگیرند، شانس او را در دست یافتن به یک توافق کمتر خواهند کرد. آقای جانسون امروز گفت تا وقتی اتحادیه اروپا فکر می‌کند که مجلس ممکن است جلوی برگزیت را بگیرد، بعید است توافقی را که می‌خواهیم به ما بدهد.